امروز برای شما عزیزان یک سری توضیحات در مورد اذن روحانی و همچنین چگونگی دریافت اذن و مهر طاعت و یک دستور بسیار بسیار مخصوص در این مورد تهیه کردم. اگر واقعا کسی هستید که میخواید در این راه پیشرفت بکنید و یا در راه علوم غریبه میخواید مراحلی برسید، حتما و حتما باید این برنامه رو ببینید و ذره به ذره رو با ما همراهی بکنید. بریم تا در ادامه بنده این توضیحات و همچنین دستور رو برای شما توضیح بدم. با نام و یاد حضرت حی، حضرت قدوس، دادار پایدار و با درود و عرض احترام خدمت تک تک شما همراهان، خدمت شما عزیزان علم آموزان کانال، امیدوارم با هر رنگ و زبان و نژاد در هر کجای گیتی که هستید تنتون کالبداتون به دور از گزند مادی و معنوی باشه و همچنین در کنار خانواده محترمتون و یا دور اگر هستید به سلامت زیست بکنید انشالله به صحت و سلامت. عزیزان یک مورد رو همیشه من توصیه کردم و بسیار مهم هست، اون که به بزرگترها، به موسپیدان، به حتی کسانی که نمیشناسید و به کوچکترها احترام بکنید، باعث میشه چاکرای شما نورانی بشه و بسیار بسیار مخصوصا در راه علوم غریبه و معنویات با اون سیستم اسفلی و تاریک کاری ندارم، در راه روشنی و نور به مراحل بسیار بسیار عظیمی دست پیدا بکنید. عزیزان سپاسگزارم از دست همراهانی که کانال رو همراهی میکنند با لایک کردن، با شیر کلیپ ها، با کامنت هایی که برای ما میگذارید و همچنین عزیزانی که بالاخره در هر حال ما رو سعی میکنند حمایت بکنند و بسیار بسیار با هر اصطلاحا در کانال سابسکرایب کردن، زنگوله کانال رو فعال کردن و با هر طریقی که میتونن به کانال کمک میکنن، سپاسگزارم. عزیزان با لایک کردن، گذاشتن کامنت، شیر کلیپ ها، زنگوله کانال رو فعال کردن، اگر تا الان شما هم همراهی نکردید همین کار رو الان بکنید، همین اصلا لایک بکنید و زنگوله کانال رو فعال بکنید، سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، کامنت و شیر یادتون نره. عزیزان یک راهی هم که بسیار میتونه به کانال کمک بکنه و باری از بارهای مالی کانال رو کم بکنه، چون کانال ادمین های چند ادمین داره و خب این ادمین ها بار مالی دارن بر روی کانال، نهایتا اگر شما همین تبلیغاتی که بر روی کانال میگذاره یوتیوب همین ها رو حداقل به اندازه 30 ثانیه رد نکنید و نگاه بکنید، هر شخص اگر همین کار رو بکنه بسیار بسیار به ما کمک خواهد کرد. باز هم سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما میدید و با ما همراهی میکنید. عزیزان یک مطلب رو من قبل از اینکه برم سراغ دستور باید بهتون بگم. اذن روحانی در موردش قبلا صحبت کردم. اذن روحانی چه است؟ نگاه بکنید عزیزان، شما شاید در طول روزمرگی زندگیتون با یک سری چیزها سر و کله زده باشید، چه در سیستم اداری چه در غیر سیستم اداری. مثلا شما میخواید یک وام بگیرید، درسته؟ در این مراحلی که وام میگیرید یکی از مراحلش امضای رئیس مثلا آن بانک است، یا همچنین اگر مثلا نیازی به یک کارپردازی مالی داشته باشه، مثلا میگن فلان اداره باید برید رئیس کارپردازیش رو ازش امضا بگیرید، این همون اذنی هست که برای شما داده میشه. و یا مثلا بر فرض مثال یک مهندس الکترونیک، حالا چه از دانشگاه یا از مثلا سیستم فنی حرفه‌ای، من اینجوری براتون مثال میزنم که بهتر بدونید، مثلا فارغ التحصیل میشه عزیزان، در پایین اون گریجویت پیپری که میگیره یا اون حالا لایسنسی که میگیره یا اون دیپلمی که میگیره یک امضا هست دوستان، اون امضا همین اذنی هست که داده میشه. حالا امضا در اینجا شما برای شما یک سری در حالت مادی کار انجام میده، شما میتونید مثلا برید با این برگه دیپلمتون یا با اون بحثی که حالا فارغ التحصیل شد میتونید وام بگیرید، میتونید برید در ادارات استخدام بشید. در اذن روحانی هم عزیزان با توجه به اینکه اذن شما یا همون امضای روحانیات
در چه سطح و در چه مرحله است باعث میشه که شما بتونید یک سری اعمالی رو انجام بدید و به یک سری درجات و به یک سری اصطلاحا نتایج کاری برسید. این بسیار بسیار مهمه. خب مثلا فلان آقا یا فلان شخص مثلا از یک ملک بزرگوار، ملک نه، ملک یعنی ملائکه یعنی فرشته، از یک فلان فرشته مثلا سطح میانی، درسته؟ ایشون اذن روحانی داره. وقتی از ایشون اذن روحانی داره یعنی در عالمی که سطح این ملک است، سطح این ملک است و عالم‌های زیرین، امضای ایشون یا عهد ایشون چیکار داره؟ اون اصطلاحاً اعتبار و ارزشش رو داره. وقتی شما اذنتون رو میگیرید و اون امضا رو در نتیجه اذن میگیرید، چون ما یک اذنی داریم، یک امضا داریم، اذن روحانیات به شما میدن، بعد یک مرحله هم شما میرسید به مرحله که امضای شخصی به شما میدهند. این امضای شخصی هم مدل های مختلفی داره. مثلا بنده رو خود حضرات بزرگوار امضا رو از داخل قرآن به من دادن، ولی بعضی ها نه، مثلا بعضی ها امضاهاشون مثلا سطحی از یک تلسم هست، یک مثلا مثل این میمونه، یک چیزی تلسمی به این شکل و شباهت یا هر چیزی دیگه. این آقا یا اون شخص مورد نظر این رو در جایی که ازش اذن گرفته قرار میده یا با اون افراد، با اون موجودات یا با اون روحانیات مشورت میکنه و اونها میگن این امضای شما رو ما قبول میکنیم یا نمونه این امضا رو ما داریم یا نداریم. مثل این میمونه که شما مثلا یک نامی رو میخواید در مثلا جیمیل ثبت نام بکنید، مثلا دیار ماورا، مثلا این رو شما وقتی میخواید ثبت نام به ما، مثلا میگن که این رو بزنید، میگن آقا این نام قبلا داده شده، شما باید یک نام جدید انتخاب بکنید. این امضا هم در نمونه‌ای به همین صورت است. امضا هم چند صورت داره عزیزان. مهمترین نوع امضا اون هست که خود روحانیات برای شما امضایی رو در نظر میگیرن و به شما میدن که اون حالا ممکنه یا طلسم باشه یا یک خطی باشه یا یک نمونه باشه که خودشون میدن. بعضی هم عرض کردم که این نام رو خدمت شما عرض بکنم یا اون تلسم رو خودشون میبرن و تایید میشه. بنده مثلا امضام رو خود بزرگواران حضرات دادن، ولی نامم رو نه، نامم رو بنده گفتم و این نام رو برای من تایید کردم و گفتن این نام رو برای شما ما تایید میکنیم که در اون بر با همین نام شما رو بشناسن. این هم این هست. پس سطوحی که شما ازش امضا میگیرید، اول اذن میگیرید عزیزان، این اذن در همون سطحی که شما گرفتید ارزشمنده. مثلا یک انسان از یک ملک بسیار بسیار قدر قدرت، مثلا حضرت ملک رقیائیل، ایشون اذن روحانی داره، ایشون دیگه در حد بسیار بسیار بزرگ، چه بهتر که مثلا هم اذن روحانیشون رو هم این ملک بسیار بزرگ و عظیم بدن، هم امضای ایشون رو ایشون بدن. بعضی موقع از شما مثلا اذنتون رو از یک ملک بسیار بزرگ بار میگیرید، منتها امضاتون رو از سطح پایین تر به شما میده. این هم خیلی مهم. منتها مطلب دیگه که باید بهتون بگم و بسیار برای شما مهمه و دوستان میپرسیدن این است که شما در این خط مندل نشستید، حالا دارید یعنی اینجا کار انجام میدید، بزرگواران در اینجا تشریف میارن. خب این که ما چگونه از اینها عهد بگیریم و اینها، من بارها در موردش بسیار بسیار حالا کم صحبت کردم، حالا یه توضیح بیشتری میدم که دوستان بدونن. اولا که دوستان زمانی که شما باید این رو بدانید که به هیچ وجه شما تا زمانی که عهد نبسته اید نباید از مندل به صورت ناگهانی خارج شوید. میدونید چه جوری؟ این که نه اینکه داخل مندل خودتون حبس بکنید، این صورت ناگهانیش اینه. شما مثلا بر فرض مثال اینجا در مندل نشستید، خب یک مثلا موجودی در اینجا ظاهر میشه، بعد میگه آقا بیاد عهدتون رو از من بگیرید. کجا بیاد؟ بیاد بیرون. اینجا تشریف بیارید، من اینجا بهتون عهد رو بدم. یا دستتو دراز کن از این خط بیاد بیرون.
من اینجا بهت عهدت رو بدم، به محض اینکه شما دستت رو بردی بیرون از مندل، حتی اگر اون فردی که اینجا اومده ملک باشه و واقعیت یک ملک رو داشته باشه، شما در خطر واقع خواهید شد. این یک مهم مسئله بسیار. حتی اگر ملک، حتی اگر ملک دانستید واقعا ایشون ملک هست و تا آخرین لحظه‌ای که شما کارتون تمام نشده و نشستید، ایشون هم اونجا جلوی شما یا نشستی یا سرپا هست، بعد اینکه کارتون تموم میشه با شما تکلم میکنه، بعد شما دست بر سینه میگذارید، بهشون ادای احترام میکنید. نباید اول شما سلام بدید یا کاری بکنید، اول باید ایشون، یکی از نشانه ها این هست که ایشون با شما سلام علیک میکنن و حالا یا شما به شما رو به نام صدا میزنن یا اصلا به نام هم صدا نمیزنن، میگن از ما چه میخواید که شما مرتبا حالا داشتید برای اینکه ما بیایم ما رو دعوت میدادید یا دعوت میکردید، چه درخواستی دارید. اینجا مهمترین قسمت هست که شما باید برخی از مطالب را چیکار بکنید، باید برخی از مطالب را اینجا رعایت نمایید. یک، درخواست مادیات نباید بکنید عزیزان. بارها بهتون گفتم بیاد مثلا ما بگی فلان گنج رو به ما بده یا مثلا برو برای ما پول بیار، همان جمله را گفتن همان و دیگه ایشون رفتن و اصطلاحاً از دست شما دیگه کاری بر نیامدن همان، به شما بلاک میشید برای همیشه. پس یادتون نره، اولین و مهمترین چیز این هست. یا مثلا بزرگواری رو شما مثلا دعوت کردید، در این همه دعوتی که بنده گذاشتم شاید نزدیک به 200 دعوت، خب شما مثلا ملک بزرگوار تشریف آوردم، از این ملک بزرگوار شما مثلا میخواید که چیکار بکنید، تفرقه یا دشمنی مثلا بیاندازید، اینها میتونن این عمل رو انجام بدن، از دستشون برمیاد. ولی به محض این که شما این کار رو انجام بدید یا این رو بخواید، با رفتن و بلاک شدن شما خاتمه خواهد یافت. چرا؟ به خاطر اینکه حضرات ملائکه این کارو نمی‌کنن برای شما، یا بخواد فلان کس مثلا جونش رو بگیرن. این کارها کارهایی است که شما مثلا در حد شیاطین یا حالا ارضیات یا بعضی از جنیان هست. تازه بعضی از جنیان شما مسلمان جن رو همین ازش بخواد میره. شما باید بسیار بسیار در این امور رعایت بکنید عزیزان. بارها بهتون گفتم به محض اینکه اومدن شما باید این رو بگید، که بگید ای بزرگوار یا ای ملک بزرگوار، ایشون اسمشو به شما میگه، حتی ممکن هست اسم مثلا دو خادم بزرگشون یا دو معاون بزرگشون به شما بگن، یا اگر تک باشن اسم خودشون رو میگن. شما ای مثلا بزرگوار حضرت فلان کس یا ای ملک بزرگوار فلان کس، شما اگر خواست خداوند و اراده حضرت حق بر این است که برای بنده، نام و نام مادر میگید، نام و نام مادرتان، همنشینی یا معاونی در اختیار، یا در اختیارم نه اینجوری هم نگید خیلی بهتره، برای بنده قرار دهید. چرا؟ چون وقتی میگید در اختیار، میرید روی حساب چیز دیگری و حضرات ملائک این کار رو نمی کنند. یعنی دعوت شما میکنید بزرگواران، ایشون عهد دارن، ولی اینجوری نیست که خیلی ها فکر میکنن مثلا ما تسخیرشون میکنیم و این داستان ها. شما اگر فکر تسخیر تو سرتون باشه، به جای اینکه ملک بزرگوار براتون تشریف بیاره، یک چیز اینجوری براتون تشریف میارن، بعد قیافه اینجوری و یک دندونهای اینجوری و بعد خدا میدونه که چی عذاب در بیاد اونجا. البته اینجا رو شما اینجوری نمیبینید، خودش رو قشنگ برای شما چنان آب و لعاب میده که شما نمیدونید، فکر میکنید بله یک ملک اومده با اون نور و با اون شکل و شمایل، یهو میبینید که وا ویلا چی عذاب در اومد. پس یادتون نره عزیزان، بعد هم که میخوان به شما اذن بدن، عرض کردم اذن رو در کف دست راست مشخصه، ولی وقتی که شما میخواید عهد بگیرید در چله نشستید عزیزان، با شما عهد میبندن، عهد دوستی، عهد دوستی.
حالا اونجا ممکن هست به شما یک نشانی از یک سنگ یا یک نشانی از اون انگشتر یا یک نشانی از هر چه به شما بدهند یا عزیزان ندهند. پس چه بدهند چه ندهند، وقتی با شما عهدتون رو بستند و جمله یا کلمه رمزی بین خود شما و ایشان را دریافت کردید، بدانید عهد شما بسته شده است. یک کلمه یا یک جمله به شما میگن رمزیه، این جمله ممکنه هم امضاتون باشه، به شما بگن این امضای شماست، هم یا امضام به شما ندن میگن این جمله یا این رمز رمزیست که شما وقتی این رو انجام بدید بار دیگه ما رو میتونید چیکار بکنید، دعوت بکنید دیگه. اونجا وقتی این رو بگن به شما عهد رو بستن. پس یادتون نره این روش عهد بستن این هست و شما هیچ کار خاصی دیگه نمیخواد انجام بدید و اونجا ازشون میپرسید که چگونه شما را مرخص کنم، مرخص نمایم. اونها بهتون میگن مثلا فلان آیه رو بخون یا فلان سوره رو بخونید یا این سوره رو چند بار بخونید، بعد مرخص میشن. از این بعد هم با همون روش ایشون رو مرخص میکنن. اونها که رفتن بعد مثل همیشه 14 صلوات مخصوص میخونید، 7 مرتبه آیه نور تقدیم میکنید به این بزرگواران و بعد اون هم تحسین خروج میکنید و از مندل بیرون میاد. انشالله به خیر و مبارک شما هم باشد. خب حالا بریم سراغ دستور اذن روحانی که من به شما گفتم. عزیزان این دستور در ابتدای ماه قمری باید شروع بکنید، هفته اول در روز یا یک شنبه باشه یا دوشنبه یا پنج شنبه باشد. عزیزان این دستوری که میخوام به شما بدم، بعد در صبح قبل از شروع عمل عزیزان باید غسل و نیت انجام دهید. این رو هم یادتون نره، غسل و نیتتون رو باید حتما انجام بدید، بارها بهتون گفتم. بعد لباسی که برای این عمل میخواد لباس سپیده. این عمل عزیزان خط مندل ندارد ولی تحسین دارد و اسراف دارد عزیزان. این بسیار بسیار مهمه. اون چاقوی رو هم که حالا دوستان به بنده سفارش دادن، چند نفری عرض کردم که در این مدت تخفیفی شما میتونید هم برای انگشتر اقدام بکنید، هم برای چاقو، هم برای خرید بسته آموزش مقدماتی. میتونید به ادمین های واتساپ، عزیزانی که خارج هستن و عزیزانی که داخل هستن، به ادمین کانال تلگرام یا حتی اینستاگرام پیام بدید و در این 4 روز باقی مانده از تخفیفات بتونید بهره مند بشید. و خب اون چاقو رو هم به همین صورت که گفتم میذارید جلوتون، یعنی این لبه به سمت خود شماست. عزیزان قمر در عقرب بوده، یعنی یکی دو روز آینده که دیشب قمر در عقرب تمام شده، در یک دو روز آینده کارهایی که عزیزان قبلا واریزی داشتن و اصطلاحاً خرید کردن برای انگشتر و بقیه مسائل، انشالله براشون به نوبت تراش خواهد داده شد و برای عزیزان فرستاده خواهد شد. بسیار خوب، بریم سراغ دستور عزیزان. این عزیزان این بحث نیاز به یک اتاق خاص دارد، این رو باید بدانید. در یک اتاق خاص باید برید عزیزان دل. شما کارتون به دو صورت هست، یکی نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، در پس همه نمازهاتون عزیزان شما سر به سجده میگذارید، 21 مرتبه ذکر یونسیه میگویید. ذکر یونسی هم شما در گوگل هم بزنید بهتون میده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. و در همون سجده عزیزان آیه و من یتق الله در سوره طلاق آیه 2 و 3 هست که این رو در گوگل هم سرچ بکنید و شما میده. و سعی کنید اینها رو چیکار بکنید عزیزان، حفظ بکنید. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لا يحتسب و توکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. از و من یتق الله تا قدرا میخوانید. پس اول 21 مرتبه ذکر یونسیه و آیه و من یتق الله رو هم 7 مرتبه
7 مرتبه در سجده میخوانید در نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاتون. حالا مرحله دومتون به چه صورت هست؟ مرحله دومتون بعد از نماز عشا بین نیمه شب تا قبل اذان صبحتون، یعنی قبل از ساعت مثلا 3 صبحتون باید این کار تموم بشه. شما عزیزان در همون اتاقی که هستید، حالا عرض کردم خط مندل بشه چه بهتر، اما نکشیدید مشکلی نداره، ولی تحسین و اسراف حتما باید داشته باشید عزیزان. بعد شروع میکنید به عملتون. عملتون چه هست؟ آیه 75 سوره انعام، آیه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. عزیزان این آیه رو باید ابتدا 315 مرتبه بخوانید. بعد اینکه این آیه رو خوندی 315 مرتبه، بعد باید یک مرتبه سوره ملک و یک مرتبه سوره یاسین بخوانید. عزیزان یک مرتبه سوره ملک و یک مرتبه هم سوره یاسین بخوانید. میتوانید هم کار دیگه ای انجام بدید، اول سوره یاسین رو بخونید، اول سوره یاسین، اینو هم میتونید اینجوری بخونید، اول سوره یاسین، بعد 315 مرتبه آیه 75 سوره انعام، بعد از اون هم یک مرتبه سوره الملک. عزیزان و دوستان در هر یک باری که، یعنی در هر مبین یاسین که رسیدید، در هر مبین چی کار میکنید؟ دست رو دقیقا به همین حالتی که دعا میکنید جلوتون میگیرید و از خداوند به حق سوره یاسین و به حق سوره ملک و ملائکت الله قسمش میدید که خداوند از بالاترین درجه برای من اذن روحانی عطا، نامتون رو میگید، نام مادرتون رو میگید، عطا بفرما به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. این هم از این. و بسیار بسیار عزیزان این دستور، دستور عالی هست و سریع الاجابه. دستور 21 روزه است عزیزان. خانم ها باید سعی بکنن از روزی که تموم میشه اقدام بکنن که در اون مرحله ای که انشالله میخوان، حالا اون حالت طبیعی دارن دیگه، این حالت واقع نشه. عزیزان نمازتون رو سر موقع بخونید، از غیبت، قضاوت، دروغ، تهمت، عصبانیت، بددهنی و و و و و دوری بکنید. تا میتونید کم صحبت بکنید، کمتر به پشت سر مردم حرف بد بزنید، قضاوت بکنید. انشالله که دعا میکنم به خیر و برکت و صلاح برسید و اعمالتون قبول درگاه حضرت حق خواهد شد. حتما شما بنده رو دعا بکنید که انشالله به زوره صحت و سلامت کامل انشالله حاصل بشه و کانال ها رو به شدت حمایت بکنید عزیزان با کارهای بسیار آسونی مثل لایک، سابسکرایب و کامنت و شیر کلیپ ها. و عزیزانی که میتونن از راه پیپل کمک بکنند، هر چند کم، بسیار بسیار سپاسگزاریم از طریق قاعده پیپلی که بر روی تصویر زاده میشه و همچنین دیدن تبلیغاتی که بر روی کانال و کلیپ ها گذاشته میشه. حداقل به اندازه 30 ثانیه کمک بسیار بزرگی میتونید به کانال بفرمایید. سپاسگزارم از همراهی شما و تا برنامه و آموزش دیگر، دادار پایدار یار و یاور شما.